شما شروع کنید که خیلی وقت نبودید همه میسید کردن تو برو سلام دوستان به برنامه مسجد خوش اومدین بنده رام هستم سوهل اقتصادی و معمولا ما با هم دیگه میشینیم شعر و ور میگیم چند وقتی بود نبودم وانکوور دلم تنگ شده بود برای این خپل خیلی من میزن که چرا دعوتون شده اول دبا. بگو چرا دعوتون شده بود به چون آدم تو دیگه یعنی تا آدمی که ضد بشریت صحبت میکنه تو پاچه مردم میکنه سر همه کلا میذاره دروغ میگه مردم میگه پولاتون رو خرج کنین نه من که واقعا میدونم به خاطر اینکه ونکوور نبودم زیاد دیگه هر دفعه میومدم ولی دلم تنگ میشه برای صحبت دیگه خیلی اکتیو بودی توی یک سال گذشته در ضمن بازم درام تور میرم ببین kingram.com بلیطاتون رو بخرین تو کجا داری میری باز آمریکا دوباره از باستون و نیویورک تا وست کوست و یعنی کل شهرها رو اینجوری میچرخویم اوه oh, چه حالی بده آره خیلی خوش میذاره تو جاده یعنی بهترین عشق و رو تو اون سفر رو تو جاده میکنی حالا تو که تو جاده تو آمریکا هستی میتونی به عنوان نفر که اونجا زندگی میکنه حرف بزنی یا نه حتما فرق زیادی هست تو همیشه مثل توریست اونجا اکسپریانس کردی آره دیگه میگم دیگه تای خطش البته جایی من زندگی کردم زیاد هم نیویورک هم ال‌ای هم توی وست کوست تو اورگانو و نو تو کانادا هم توی ونکوور هم توی تورنتو و میگم چیز خوبی که توی جاده هست همیشه من میگم یعنی حسی که میکنم تو سفر اینه که تو با اینکه هزار تا بدبختی و مسئله و مسئولیت داری ولی به هیچی فکر نمی این جاده یعنی چک نمیکنی اصلا برات مهم نیستش که جواب تکس رو بدی ندی و فقط تو اون لحظه حضور داری بعد از اینکه آدما و فنا که تو رو میبینن باد ارتباط برقرار میکنن تو هم یه بهانه ای برای لشبازی اونا چون تمام زندگیش <applause> یه چارچوب خیلی کف و مرتبی داره تو که میای میگه آقا بذار با این بخوابم یا با این برم پارتی کنم یا برم شات بزنم چه میدونم هر کاری و تو یه بهانه خوبی برای اونا برای تو هم خب یه یه, یه یه خیلی باحال چون آدما مهمون نوازی که دارن اون در آغوش خودشون تو رو میگیرن و دعوت خود دیگه تو سفر رو که میگی میکنه خیلی خیلی باحال دیگه اون حسی که همه از تا میکنن من خودم خیلی من همونجوری خیلی دوست دارم مهمون نوازی که مثل تو من میام خونه تو یعنی کاشن فول سرویسه همون هتل 5 ستاره باشکمدی من ام. من خودم نفکت نکم کار خاصی بود انجام میدم دیروز اومده بود با همی نشسته بودیم یه تیکه پنیر اینجوری باطری با جا و پلاستیک و اینا رو میز بود یه چاقو داشتیم با یه کیسه که توش نون بود که از نونین کنیم پای بعد النا اومد تو اتاق شروع کرد به من داد بیاد که خاک بر سرت کنن و دات یه جواد و فلان بعد بشقا آورد و تن مرتب کرد ولی خلاص خیلی من میشم من این تازه فکر می کنم من هیچ کاری نمی کنم ببخشید سوال من امید. یه چیزی که برام اتمان سوال پیش میاد توی این سفر میخواستم این اپیزود اول در مورد مود کنم اینه که هر دفعه من سواری یه هاپیما میشم یا یه قطار یا یه جایی که میرم چون تو زندگیم خیلی پیش اومده برام که دیدم مثل این فیلم های سینمایی هستن که تو آخرین نفری میخواد برسی و به بق... قطار رو نمیرسی و قطار دی ریل میشه و همه میمیرن و تو زنده آره. میمونی مثلا همیشه برام این سواله دیگه که مثلا میریم... خو... خونه میمونی دوست دوست سمیت خوبش زنت ام تو اون تو اون زندگی های موازی همیشه برام سوال بود داشتم به خودم به زندگی خودم برمیگشتم فکر میکردم خب تو برای تو چه چه موقعیت یا چه چه مسیر ها چه دوراهی تو زندگیت بوده که فکر میکنی اگر یه جور دیگه میشد زندگی کاملا فرق میکرد و این سوال امروز نمیشدی هممون چون داریم ما هممون داریم اینو ببین من اتفاقی که تو زندگیم افتاده که میتونه زندگی مثلا یعنی فکر میکنم تغییر داد خب اولین تغییرم این بود که من توی مدرسه بزرگ شدم که شانسی چون من خیلی خجالتی بودم من همه فکر میکنم من بچه بودم از این که در و دیوار رو میوردم پایین خب ولی مثلا من تو مثلا یازده دوازده خیلی خجالتی بودم تو بولی نبودی اونجا شروع کردم دیگه آه. بعد دیدم که دنیا دست بولی و بچه با حالا و ایناست بقیه فقط دارن تو دنیا اونا میچرخن امیدوارن که مثلا این وقت کسی بهشون حمله نکنه بعد بودم خب من نمیخوام این ور باشم میخوام اون ور باشم بعد که من تو این پراسس بودم که بیام مثلا شخصتم عوض کنم و پر رو بشم و اینا شانسی که آوردم مدرسه ما سوم راهنمایی که رسیدم دیگه قلدار مدرسه بودی دیگه اولین باری که همه بچه‌ها بچه بزرگ میشن و به اول دومی زور میگن تو ایران بعد سال بعد میری اول دبیرستان کتک میخوری چون که یهو سه سال از بزرگتر هستن بزرگتر 18 سال و 14 فرق داره دیگه میبینی چون اصلا بابات میتونه بخواد که بزنه که ولی بابات نیست بعد من توی اون سن مدرسه‌مون شانسی وقتی من سوم هم بودم فقط اول دبیرستان زد یعنی وقتی ما سوم هم بودیم اول دبیرستان وجود نداشت ولی وقتی ما سوم هم رو تموم کردیم مدرسه‌مون اول دبیرستان زد با اول دبیرستان که تموم شد مدرسه‌مون دوم دبیرستان زد دوم که تموم شد سوم زد واسه ما واسه 4 سال اول قدرت بودیم توی مدرسه <applause> اون چهار سال منو خیلی پر رو کرد و تو اون چهار سالی که من کاراتم و رفتم و نمیدونم دیگه ورزشکار شدم و فلان و سال اون چهار سال بود که اول چیزش بود دومین چیزش این بود که بیام کانادا خب من اصلا درم نمیخواست بیام کانادا عاشق ایران بودم من از ایران تا اینجا گریه کردم بعد تو 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 توی انگلیس تاریخ تولانم به یورو اشتماع بودم که برم بگردونه. واقعا میگی آره یار قشنگ گفت تخت تخت چیه گفتم این بعدجوری کرد سر ناتینگ میچز مثلا روز و ماه و سال اشتباه گفتی قولی بودی ببینم برای چی یعنی تو راست تو نمیخواستی بری به زور تو رو فرستاد آره بعد بابام به یارو میگه بابا هی از کریزی با بنده خدا با بیزاری او هی از کریزی هی از لاینگ هی دازنت وانت تو گو وای بعد وقت بابا چی کشی داد اصلا آره یه بار میگم گفتش که بچه رو مین کنترلی که روش داری رو پوله تو یه سگزه از سیزده سالگی پول در آوردی ما نمیتونیم کنترلت کنیم <laughs> پس یعنی اون مسیر پس یعنی اون که اون تصمیمی که تو رو به زور فرستان کانادا اونم مسیر زندگی تو به کام یعنی اگر مثلا سوهل میموند ایران میخوام اینو برام بکشی یعنی هر وقت هر, وقت، هر وقت مثالی که میزنی اون قضیه چی میشد یعنی اگه فکر کنم سوال میموند ایران الان چه بیزنسی داشتی اصلا چه لایف استایلی داشتی الان من این بچه غریبه بودی که جردن رو بالا پایین میکردی یا ببین مگه ایران خب اول مگر ایران میموندم چیز بودم از این مؤدبا بودم که خواهش میکنم بفرمایید اختیار دارین قدمتون رو تخم اینجوری بودم صاف بشین تکون نخور خیلی رسمی بودن پراکنده چون بابام داشت اون نخست وزیر کشور میشد دیگه من اون منو بزرگ کرد من آدم حسابی بودم بعد حمالی یاد گرفتم یعنی وقتی اومدم اینجا بابا من خود ما با من بود رفتن ایران بعد دیگه تو خونه بسید فش بدیم این چی میگم بعد یواش یواش من حال کردم با این سیچویشن یه هد زدم شروع کردم دیگه فقط فش دادن و بار بابا چه مسخره بازی این همه معدب سوال میکنیم چه مسخره بازی سر وقت بریم سر تایم اینو یه خب اون خیلی شخص من عوض کرد من اگه ایران بودم من فکر اگه ایران بودم حتما تو بیزنس بودم و داشتم حد مثلا فکر میکنم یه فرنچایز رستوران داشتم و فکر میکنم یه کمپانی وارد و صادرات داشتم نه یعنی شاید صادرات وسایل ایرانی رو به خارج داشتم و واردات وسایل چینی رو به ایران مثلا من فکر می‌کنم من تو این دنیا بودم مثلا من کسی بودم که اول نفر بودم که برم مثلا از آمازون جنس ها رو بیارم ایران مثلا اگه می‌خوای جنس سفارش بدی آمازون مثلا دبی سفارش بده ما واسه سه روز آره توی پرانتز دیدی که یه بیزنس هایی تو ایران وجود داره آره که هیچ جای دنیا وجود نداره چون در حالت ثورت یه حالت ثرد پارتی نقش یه ثرد پارتی رو بازی میکنن که میدونی چون مثلا تو ایران وست نیست به اقتصاد بین المللی مثلا نمیدونم این سری کمپانی هستن توی ایران که کارشون اینه که یوتیوب اکانت برای تو درست میکنن با حساب و اینا چون تو ایران هستی تو حساب آره 40 هم میزنم. آره یه درصد عجیب غریبی هم میگیرن آدم کف میکنه مثلا همچین بیزنسی رو کاغذ هیچ جای دنیا وجود نداره آره خب می باز میکنی میگیری دیگه آره ولی مثلا تو ایران یعنی کلی از این میدلمنو من بیزنس های خیلی خیلی میگم مثلا یه, مدل دیگه است اصلا کسب و کاسبی کس کس اونجا من فکر می من تو اون دنیا میرفتم وارد میشدم و خب مامانم آرایشگاه داشت مثلا معروفه آرایشگاه ایران مال مامان من بود آرایشگاه صدف بعد خب من میادم تو اون یه کاری میکردم بزرگش میکردم شعبه دوم دو میزدم نمیدونم میدونی من تو ایران خیلی می دیدم که میتونم خودمو گنده کنم بابا چند تا کارخونه چرا بعد فرستادن اصلا بری کانادا گفتن ایران بعد دیگه هم. نه تو فقط آدم سایه بودم در حدی که وقتی اومدم اینجا من 17 سالم بود خواهرم 21 سالش بود 4 هم اینجا بود وقتی من اومدم بعد خرج خونه رو دادن دست خواهرم واسه سه ماه منم گفتم چرا میدین دست اون به دست من بعد با بابا با یارو 21 سالشه از تو بزرگتره اینجا زندگی میکنه زایه من به تو 17 سال نمیشه و با اون رفت ایران سه ماه بعد برگشت بعد این نشسته به خواهرم 21 هزار دلار گوشه رو کردیت کارتش توی سه ماه بعد بابام خرج زندگی اون رو جدا کش میفرستاد یعنی خرج اجاره و تلفن و اینا رو قضا اینا رو داده بود یه بیستا یکی دیگه سرپرایز هم روش بود بعد اون موقع خرج اینترنت هم بود سی دلار اجاره خونه همون و پنجه دلار بعد بابام نشست و به صرف میگفت ببین من کاری ندارم اوکی میدم فقط بگو چی خریدی بیستا هزار دلار بیستا هزار دلار بعد صدف جواب نمیداد میگفت رو کریدیت کارت همه جوابش که از کارت همه گفت خیلی خوب به کریت کارت که پول ندی پول چی رو دادی من گفت من حاصل حسن... ترامپ بود دیگه قشنگ میگفت من حوصله ندارم من وقت ندارم برم یه خود برو بخون بعد گفت آخه من نه بلدم برم استیت نه بانک بگیرم نه میفهمم انگلیسی بخوام بخونم اونم میگه من که کریدیت کارت دیگه آ سه ماه من 90 روزی که آمار ندارم هی دو دو در میکرد بعد پولو دادن دست من همرا گفتم آقا تو خرجش رو چیز بکن یعنی مثلا من همیشه حواسم بود خیلی مسئول بودم و اینا ولی یهو یه, یه کاراکتر دو رو انتخاب کردم دیگه دیدم کاراکتر دو شهر باشی حال میده مردم میخندن با همه جا دعوت میشی با آدم حال میکنن گفتم خب به جای اینکه سوبر باشم بذار شیتون باشم و من شیطونی یعنی یاد گرفتم یا دیگه الان تومه دیگه دیگه, دیگه مغز داره همش هی داره میبافه حالا این کارو بکنیم حالا اون کارو بکنیم اره خیلی عجیب از اون ناز که به خصوص وقتی میای اولش اینجا نیم به نفعت پررو باشی به که با کله بری تو تو دل همه و تو بخوای کارت راه بیفته چون اگه خیلی خجالتی باشی و اینا سیستم اینجا تو رو میخوره باید یعنی به آره هم به, مینیمم ترین کار <تصفح> ممکن فقط میرسی تو یاد اولین کسی که اونجا باش دوست شدی بود و کی بود ببین توی این مدرسه که یادم اون که هم من تو وست فنکو بودم خب اونجا ایرانی زیاد بود یه سری ایرانی بودن هم خیلی اصلا شبیه من نبودن هیچ کدومشون بعد با یه سری دیگه دوست بعد یاد باشه های اسکول هم اینجا رفتی نه رفتی نه من رو... میگم های اسکول توی آمریکا و کانادا یه فرقی داره با ایران ولی شاید ایران الان این روزا اینجوری بشه ما سال پیش رفتیم های سکول. اینجا مثلا میدونی بچه با حالا یه اکیپن بچه گاثیکا یه اکیپن میدونی اون ورزشی ها یه اکیپن خیلی گروه گروه حکی میشه نیم ایران چقدر اینجوری میشد یا نمیشد چون همه معمولا یه دست بود لباس یا... ایران کلاسی بود بیشتر کلاس ها با هم بودن بعد منم خب خیلی بچه چیزی بودم مثلا لونر تو دنیای خودم ولی مثل یه حالت کامیلیان یه دی موقع توی اکیپ اینا بودم یه این موقع توی اکیپ اینا باعث بسید که رفقای خیلی مختلف پیدا کردن آفتاب پرست آفتا پرست دومال کلمه شاشم میگشتم هرچی مغزا فکر میکرد و آره همه جور دوست سریع پیدا کردم من این فقط ایرونی نبودم یا غیر ایرونی و اینا چون آدم بدبختی که فکرم هزار بارم در این موضوع تو اپسیر مخارف سا کردیم تو میتونی بیای تو این کشور زندگی کنی تو کانادا بیفتی توی ایکیپ با یه محله ایرونی و تا آخر زندگی یک کلمه انگلیسی هم یاد نگیری و میتونی زنده بمونی آره خیلی احمد هم این کارو میکنن یارو میبینی مثلا 44 سال اینجاست میگی هلو اینجوریه <تصفح> بعد میگه اوکی میفهمم میگی صاحب زدی هلو رو قبول کن بعد یاد گرفته باشی 44 سال یعنی دیدی کم لطفی میکنی <تصفح> خیلی و خیلی احمقانه است که کشور جدید به نظرم با توی حدودی هم خواهد فرهنگ خودتون نگه داری ولی فرهنگ این کشور هم در بر بگیری و سک از یه مخلوطی از همین چیزا به چیزی اضافه کنی به اون کامیونیتی و به کشور و اینا و به نظر آدمایی که فقط گیر میکنن توی یه سری اکیپ ها و یه سری فرهنگ خب به نظرم خیلی رشد فکری نخواهند کرد خیلی محدود هم است بخصوص وقتی که تو توی یه چارچوبی هم حتی اگه شروع کنیم مثلا پول در در حد خیلی اوکی هم دیگه من که پول دارم دارم در میارم دیگه مثلا آدم میخوام چیکار رفیق میخوام چیکار دیگه؟ آره دیگه میفتی تو آره و... بابل خود اگه اون انتخاب خودت ولی مثلا من برای من خیلی بورینگ و یک نواخت میشه زندگی اونجا من دوستم تنوع توی دوستام توی رابطه هام توی دنیایی که توش هستم برام خیلی مهمه آره منم منم یعنی خیلی جالبه تو مغزم فکر میکنم دوستان تنها باشم یعنی مثلا خیلی موقع مثلا الینا میره بیرون میگم آخ جون الینا رفیش چی خوبی نیست الان آره بذار بشم جای خودت بعد میگم ده دقیقه دو تا رفیقام پیشم من با یکی دارم تلفن حرف میزنم بعد میگم راست میگه من اینجا یکی از دوستان بهم گفت گفت خیلی تو همیشه این فست یعنی میگه که میخوای تنها باشی ولی من تو رو از دوازده سالگی میشم تو یه روز تنها نبودی تو همیشه یه روز با یکی بودی حتی یه روز من یادم تو تنها باشی واسه همین چرا این فکر میکنی راجع به خودت من خودم همیشه اینو گفتم تو پادکستم متنفرم از تنهایی این اصلا یعنی حتی تو تو پیری هم دوستام خونم پره آدم باشه و هم خونه ای داشته باشیم یا حداقل چه میدونم همسایه باشیم ام... نه که بلانه گفتم. گفتم گفتم اگه وقت سنون رفت بالا یه خونه مثلا پنج خوابه شیش خوابه میگیریم اتاق خودمون برمیداریم شیش اتاق رو به دانش آموز اجاره میدیم بعد همیشه خونه جوون توی خونه هست میام میرم و بهش میگیم مثلا دوست دخترتون بیارین دوست پسرتون بیارین پارتی کنین باربیکیو هم استفاده کنین هر از یه هم و بعد دیگه پی نکن دیگه به عنوان بزرگان جمع حالا یه پوینت دیگه که تو زندگی من به نظرم مهم بود همین همین که گفتی گفتی اینجا های اسکول رفتی یا نه من که اومدم اینجا باید میرفتم های اسکول خب بعد اومدن وقتی رفتم اونجا بهم گفتن که تو باید یا بری گرید 11 یا بری 12 خب ما نمیدونیم کدوم رو میخوای بری اگه میخوای یه ذره میتونی بری 11 که بیا برو اگه نه میخوایی یه تست هست اون تست رو بده امکان داره بتونی به این قبولشی میری 12 تو میتونی یه یه گرید رو میتونی اسکیپ کنی بعد گفتم که خب اوکی امتحان بدم منم رو شاخ بودم فکر درسم خوبه و اینا رفتم امتحانات دادم و یارو چند نفر تو امتحان بودم. زیاد بودیم بعد که امتحان تموم شد من دو نفر صدا کردم بیرون من و یه دختره رو گفتن سهیل و این دختره بیاین بیرون بعد بعد من هیچ کس نکردم گفتم ای بابا الان میگن تو انقدر بددی بعد یه ده بشینی <تصفح> <تصفح> ده هم یاد آم رو امتحان خواب میکردی می‌کردی چه دیگه من من هم امتحان بدم هم روز تو امروزی دیدی توش همین که الان مثلا بهت میگن دیگه تو ده هم بلد نیستی رفتم بیرون و خانم من گفتش که آره شما لولتون از چیز خیلی بالاتر بود از اوریج واسه همین شما میتونید گرید 12 هم اسکیپ کنید میتونید یه زب برین دانشجو اگه بعد گفت تو مثلا آخر هفته وقت میدیم که تصمیم بگین چی میخوایم بریم 12 یا برین یه دانشگاه. بعد من به می دختر میخواستم برم های اسکول میخواستم من اونجا فقط دختر بازی کنم و فلان و بس چون من تو مدرسه ایران ترتیب پسر رو میدادن دیگه تی گفتم اینجا دختر هست دیگه این چه کاری که نمیشه که بعد میخواستم برم مدرسه اینجا و خواهرم به این گفتش که نرو گفت مدرسه اعصاب تو چی خورد میکنه گفتم چرا گفت اینجوری که تو فکر میکنی نیست و اولا قد دو خمخته بازی خبری نیست همه با هم رابطن و فسن و بعد اونجا میری بعد مثلا کتاب بخونی بعد تو مثلا الان انگلیسی خوب نیست که بشین کتاب بخونی که کلاس خجالت میکشی مثلا به فشار میاد نکن نرو بعد منم رو حرفمون نرفتم رفتم و گفتم که اوکی من یه زمینم کالج و کاری که میکردم تو کالج که هر وقت که زنگ تفریح مدرسه بود چون داگلاس کالج روبروی دقیقا مدرسه پاینتریه بعد من فقط از این ور خیابون رفتم اون ور خیابون خیابونش هم که خیابون کالج بود خیابون ماشین نمیشد توش بعد هر وقت که زنگ تفریح بود من اونجا بودم چون بچه دوستم هم 17 ساله بودن دیگه و ما هم حال میکنیم بعد زنگ که میخورد پرنسپل میاد همه می رو این سر سرکس بعد بانک میگه برو سرکس باید من نمیرم اینجا بعد این حال این حال میداد همه رو میگه من اینجا من دانشگاه این هم مثلا یه چیزی که اگه فکر کنم من میرفتم های اسکول واقعا فرق میکرد یعنی رفاقت هایی که میتونستم پیدا بکنم با یه آدم مثلا غیر ایرانی یا مثلا میگم نمیدونم دیگه واقعا یه دونه هواپیمایی که سوار نشدم چی؟ بعد دانشگاه که رفتی اون اون چه تاثیری یعنی فکر میکنید اون خود دانشگاه رفتنه تو تو تموم کردی دانشگاه تو یا ببین من دو تا مدرک گرفتم خب مدرک اولمو گرفتم توی کامپیوتر ساینس مدرک دوممو میخواستم توی توی بیزنس میخواستم بگیرم بعد سویچ کردم به ایکانومی بعد سال سوم دین دانشگاه به من اومد گفت آقا تو نگه مدرسه شما مدرسه واسه تو ساخته نشده تو ما چیزی نداریم زیاد به تو یاد بدیم تو هردی خود مغزت بیزنسی برو فقط کار کن بیرون تو وقت رو تلف نکن اینجا بلکه اون اینو بهم به گفت به بابام زنگ زدم گفتم آقا دیگه که رئیس دانشگاه داره من میگه برو بیرون من با حرفش گوش بدم دیگه جون چون اگه گوش نمیدم حرفشو بچه اصلا دارم میرم اینجا که حرفش مثلا مهم نیست اگه حرفش مثلا مهمه باید بیرون بعد دیگه اومدم بیرون ولی اگر کریدیتی بخونی از یه نفری که دکترا داره بیشتر درس خوندم <تصحنت> <تصحنت> من به جوری جوری خیلی کریدیت زیاد دارم آره من کریدیت زیاد دارم چون من یه درس تو سال سوم خوندم یه درسم تموم کردم واسه همین میگم میتونستم بیشتر دکتر درس خوندم ولی رو ندارم و دلیلش هم اینه که میگم رئیس دانشگاه برو بیرون نه اینکه نمیتونستم تموم کنم یا مثلا خسته شدم اینو نه را راست میگرفتم و بیزنسی رو ساختم که سالی چهار میلیون در آورد می منم یه چند تا رو بگم بریم دور برگردیم به مال تو ادامه تو من اول ساده هم شروع میکنم اونایی که به پول ربط داشتن چون یه سری هستن که عاطفی و احساسی و قلبی هن. اون تصمیم من هر روز نداشتم تا این جای داستان آره ای... آره, میری منم چند تا از این ساعتی هم بهش برسه که توی 20 خورده سالی اولی که اومدم آمریکا با یه یارو یه میلیاردر یه بیلیونر دوست شدم توی توی آمریکا و رفتم پیشش زندگی کردم یه مدتی اسمش هر... با پی <laughs> بعد اه اه خوب بود آه بعد اه خیلی تجربه جالب بود دیگه ترقی هم خوب به آدم های خیلی گنده تر و خیلی کلی بیل... مثلا من تو حساب 27 دلار پول داشتم اون موقع مثلا بیم 100 هزار دلار پول دادن و مثلا یه, یه خیلی زندگی مو عوض کرد ولی همیشه من اینو به عنوان که بهترین و بدترین اتفاقای زندگی میبینم آره به می دو فهمم. دلیل بخاطر اینکه از یه ای طرف منو خوب واسه کرد به یه دنیای اصلا بی‌نهایت از امکانات و منابع و کنکشن و اینا و از طرف من عنوان یه هنرمند که تشنه بودم برای بهتر شدن آسومه. خیلی زحمت داشتم میکشم مثل خبر یه هنوز به درجه خوب نرسیم مثلا از درجه یک تا صد هنرم مثلا من نه بودم یعنی خیلی راه داشتم هنوز توی آرتیست و واقعا خوب و درست حسابی بشم الان چندی مثلا رو بودم آره دیگه مثلا همون هم دور برام بعد این آدم میدونی به من یه چیزی داد یه هدیه ای داد که البته ما اون پول رو وکیل دادیم که وکیلم بگم دادو. اصلا و اصلا خودش یه داستان طولانیه ولی اصلا برای یه اپیزود دیگه است ولی منظورم از کل که... این داستان اینه که کاش الان داستانی بود که من با این پول بیت کوین خریدم چون دیوونه بودم و الان بعد بیت کوین 300 میلیارد دلار پول دادم داستان بعد بیت کوینه ولی اینو میخوام بگم یعنی توی این قضیه من همیشه فکر میکنم اگه هیچ وقت به این آدم پستم نمیخوره و هنوز چون زحمت میکشم برای اون چیزی که میخواستم به دست بیارم و الان بیشتر کار کرده بودی. تناسب اون زحمت هم به مقدار پول و شهرت و چیزی که در میآوردم متناسب تر بود بیشتر زحمت میکشید آره دی من فکر میکنم خیلی تو جای سالم تری بودم از لحاظ مغزی و روانی نه فقط این آدم مثلا بعد مثلا براتون مثلا تو خیابون بودم مثلا یه داشم حرف میزدم یه هو پشت گفت داشم میگفتم توی کافه که آقا من یه کاش که ماشین داشتم تو ولی زنه پشت گفت ای تو فلانی نیستی تو نیویورک تو همین بودی ای که ما یه ماشین اضافی از دارم بیا بالا با تو بعد تو یه برهه خیلی کوتاه مدت مثل خر همه از کهکشان که به بهم رسید یالا بعد من قدر این چیزا رو ندونستم یعنی بعد هیچ‌وقت کهکشان طرف ما نبوده من خوش شانسی بودم ولی مثلا میگم بچه احمق چی میگن دام یانگ اند فول اف کام به قول معروفی قول آمریکایا کل خری که اصلا یعنی مقرور بودن آدم گویی بودن مثلا یعنی چون تو ذهن خواهد نه حقم دیگه مثلا میدونی بچه بچم هستی و مثلا فکر میکنی یه اتفاق میفتو نه فلان و بچه میشه زیر سی سال فقط بری من آره منم بچه بودن بچه و که مغزم واقعا میگم تا چند سال پیش هنوز همون اون همین فکره چی؟ پهن بود بعد آره دیگه ولی فکر میکنم اون اون باعث شد که هیچ وقت درست این رابطه سالمی با مقدار زحمت و کارم نداشته باشم و خب این اتفاق وقتی که میفته آدم خب بعد هرس میخوره چون تو مزه یه چیزای چشیدی و توی یه لایف استایل حالا میخواد دیگه نیست حالا تو مثلا تو به قول این وریا 15 seconds of fame 15 ثانیه شهرتی که داشتی اب بین میره و تو هیچ گویی نیستی نه استعدادی داری نه بلدی ساز بزنی خوب نه صداد خوبه استعداد که خیلی خوبه نه خب اون موقع تخمی بود ولی میخوام بگم که یعنی یه ها خیلی به یه پوچی میرسی و به یه افسر دیگه و دوباره بخوای زحمت بکشی و دوباره به خود تو به جایی برسونی و میگم با همون اون آدمم هم اتفاقا یه کاری با بار مثلا میتونستم باهاشون بکنم که شخص نکردم و یه کسی رفت جای من اونجا مثلا اون کار کرد و مثلا تویم ده بیس میلیون دلار پول داره ولی اون آدم آخرش هم خودکشی کرد یعنی میخوام بگم یعنی آدم توی موقعی قرار بگیری تو نمیدونی که مثلا ممکنه چه چه, چه، چقدر فرق کنه به حال تو که در ادامه اون حرف چند سال بعدش ما چیزی به اسم بیت کوین شنیدیم موقعی که بود که 100 دلار 200 بود که من نزدیک 500 خورده بیت کوین داشتم احبا. و اون موقع مثلا چه میدونم چند هزار دلار در آورد من توش بقاشم تو مارکت باخته بود عمره این دیگه بره بالا و مثلا چقدر مثلا خیلی اون قدیمی اون مثلا کی این سال بعد حتی مثلا شو فکر کنم اسکرین شات یعنی عکس دارم ازش مثلا یه تو والتم چقدر چند تا بیت کوین بود و اینا بعد اسم والت هم مایسیلیون بود اون موقع والتی که داشت اصلا نمیدونم دیگه وجود داره یا نداره بعد این قضیه یه جوری بود که من اصلا فکر نمیکردم بیت کوین یه روز بتره که چون اون اوایل فکر میکردم که خب مثلا جالبه ولی خیلی نرد بازی عمرا مثلا آدما به این مثلا چرا وا بدن و فکر کنم وقتی که شد هفتاد هزار دلار این یعنی چرا مثلا 35 میلیون دلار اینجوری بودم که تو موبایلم بود یعنی تو موبایلم 35 میلیون دلار پول داشتم داستان پیتزا از همه بدتره اونو او یادت که پیتزا سفارش شد باش آره خیلی اگه ها نمدن یارو بوده به پول امروز میشه نمیدونم مثلا 350 میلیون دلار 350 um، تا 700 میلیون دلار بسیده پول بیت کوین um، اتفاقی که میافتاد 100 تا بیت کوین داشته بعد نمیدوست چیکار کنه یه اد میذاره روی اینترنت که من 10 تا هزار تا چیز دارم بیت کوین دارم چی بهم من میدی بعد این من اینترویو دیدم کسی که گرفتتش میگه که من بهش مسیج زدم که چی میخوای بعد میگه مسیج زد بریم پیتزا بعد میگه دم پیتزا ها هم رو دیدیم حالا دامنوز هر جا دم پیتزا فروشی هم دیگه رو دیدیم بعد اون رو ترنسفر کرد به من من تو مغازه با کریدیت کارت هم 19 دلار پول پیتزا دادم پیتزاشو دادم بهش رفتیم ولی فکر کنم اونم پول نگه داشت. اونم یه جور دیگه پول داد اون 400 اگر... داره از این نه اونم خرد داده ولی ولی خیلی آره هستن که اون موقع یه والدت ها و کیاشون دست دادن و هنوز کلی هارد درایف هست یکی ازش که داستان معروفی که توی سر آشقال توی زباله نمیم کدوم شهر داره با شهرداری شهر شهر میجن که برید کل یه سرزمین زباله رو میخواد بره بگرده دنبال هاردی که توش صدها ها میلیون دلار بیت کوین است. اوه خب هارد خراب شدن. نمیدونم اون دیارو توی دعوای با شهرداری بود که بره بگرده توی زباله ها اونو نمیذارن و نمیدونم اون داستان بود که من خودم آره ولی میخوام اینو بگم این داستان منم اینه که اینی هم این همه این تحصیم که میگیریم ما فکر میکنیم که او اگر این میشو چقدر زندگی بهتر یا بدتر میشد نمیدونیم نمیدونیم همش بازی می متفاوت میشه آره میدونیم یه بازی ذهنی که داریم میکنیم دیگه و نه این گویی که امروز بودیم نمیشودیم اگه همه اتفاقات توی مسیر را. ولی برای من همیشه جالبه به خاطر اینکه حالا قسمت بعدی بیشتر به چیزای عاطفی و احساسی رابطه رو میخوای تو بگی چند تا بعد منم منم میگم من داستان بیت کوین هم, هم پس بگم چون اینا راست میگینم یه دونه لایف چنجینگ باشه که من چون یکیش که نمیدونست نمیدونست اون حرفی نداره بزنه من داره بیت کوینم از توی خود دارک دارک تره من کی راجع به بیت کوین میفهمم وقتی که بیت کوین 13 دلاره او که من دارم میگم 10 دلار رد کرد مثلا فکر که اون به 10 دلار برسه تو اون رنج است دقیقا نمیدونم چه قیمتی بود ولی یه رقمی دو رقمیه. بعد میفهمم که اگه بزنی تو کامپیوتر ماینش بکنی مثلا روزی بهت فلان قد میدن زیادم میدادن اون موقع حالا سیچویشن من چیه من یه آفیس دارم که ما هفته ای شاید 20 ساعت تو این آفیس هستیم بقیه خالیه یعنی صد ساعت،, ساعت, ساعت به بالا این آفیس خالیه یعنی میتونیم کامپیوتر میتونه بیت کوین ماین کنه بعد 6 هفت کامپیوتر دارم نمیدونم چند تا دقیقاً 6 هفت کامپیوتر دارم کامپیوترام هم, هم انقدر خفنه که یه نفر اومده دیده بود میگه برای چی همچین کامپیوتر خریدی بعد من رفتم سافر بیت کوین رو دانلود کردم زدم اون اگزه روش کلیک کردم باز شو زد آر یو شور بعد نشستم فکر کردم گفتم آقا من که دو روزه دارم راجع به بیت کوین و اینترنت رو پاره کردم خدای اطلاعاتی نیست نمیفهمم چیه از اون ورم میگن نمیدونیم کی درست کرده میتی درست کرده یارو هم غیب شده میشی و میت میتو بیشی ساتوشی ساتوشی بعد یارو هم غیب شده فلان بعد خب آقا داستانش که اکسنس نمیکنه خودش هم که نمیفهمم چیه خب من اینو میگم گذاشتم میرم صبح میام اینو همه کامپیوترم قرمز شده بعد میگن که آره مثلا یا 100 دلار بده بازش کنیم یا اصلا سوخت هاها یه دونه جوک بود از روسیه فرستاده بود میخواد خاله همه کامپیوتر توی آمریکا رو سرویس گفتم من که نمیدونم داستان این چیه من نمیفهمم این چیه واسه این بیخیال شدم این آریوشو رو زدم نو بسته شد بعد زدم دیلیت دیلیتش کردم اگه اونجا من یس رو یسو زده بودم حتا ما اصلا بخواست سوال ادو همین میخوام بگم این این دوست بیلیونرمون خیلی آدم تا باحال و مهربون از معدود آدمایی به خیلی پولدار بود که واقعا خیلی هم بخشنده بود و تو چیزهای مختلف و از هم دهنه صاف شد دیگه چون هر روزی که داره پیچ میکنه بهش آیدیای برای بیزنس بخاطر تو اگه مثلا اون قپول یه بیلیونر بودی مثلا چه سیستمی سیستم ایجاد میکردی مثلا یه فاندی مثلا برای کسایی که خواستن یا چیکار میکردی تو اگه مثلا یه میلیارد دلار داشتی فکر میکنی مگه داشتم آره اتفاقا شاید تنها کاری که میکردم این بود یعنی فقط میذاشتم روی حال کردن ماهی یه بارم یه جلسه میذاشتم دو روزه آدم ها بیان رو بگن پول میدادم ماه دیگه می اومدن روز اول اکسپلین میکردن اونایی که پول گرفتن روز دوم آدم های جدید و یه فاند مثلا 100 بلی می داشتم. یا این فاند گنده میشد یا به فنا میرفت اصلا هم چکش نمیکردم. کردم بعد بعد فکر میکنی به یه میلیارد راضی بودی یا بازم خرهمال میکردی یه میلیارد دیگه اصلا کار نمی کردم یعنی اگه مثلا یه دولت هم میگفت آقا به این دلیلم باید 600 میلیون تکس بدی فقط 400 میلیون بازم کار نمی <laughs> برای بریم بس ادامه اون داستان دیگه تاثیرهایی که تو زندگی چه میدونم رابطه خانواده چیزای دیگه که ممکنه مثلا اون خیلی تاثیر داشته بود که فکر میکنی عوض میشد رابطه این لحظه بعدی که زندگی عوض شد این لحظه است توی با دوستم رفتم توی مال بعد توی آینه نگاه میکنم میبینم یه دختره داف نشسته تو راننده بعد یهو راننده ماشین پیاده میشه به دختره سلام میکنه بعد میگم وا این دختر دافر رو تو میشوسی میگه این فلانی بود میگم خیلی خوشگل بود میگه نه خیلی زشته این دختر ما هر تو مراسم چیزی یه بار تو نریش به خاطر اینکه زشته بعد گفتم نه خوشگله حالا من به دلم نشسته بود دیگه خدایی زشت بود چون بابا هم گفت گفتم دو میاد خیلی خوشگله بعد بابا خوشگله گفت نه خیلی زشته هیچ وقت چون هیچ وقت نمیگفت دل آدم نمیشه این اولی بود که دلم میشه <تصفح> که خیلی زشت بود حالا من چیزی دیدم بعد خلاصه این اومد چیز کرد این اومد تو زندگی من و این سمترین شخصیتی بود تو زندگی چون که از یه خانواده یه ف... ام... کم کلاس سخت نمیدونم متفاوت اومده بود و وقتی اومد تو زندگی من خوش رو گم کرد یهو دید مثلا او پول و معروفیت و قدرت و اشغال و اینا چی میتونه بکنه و یه گم کرد که برای اینکه مثال بس بفهمی یادم وقتی با شدم یه مغازه بود به اسم X میفت اینجا خرید میکرد منم اوکی بودم اکثر همه قاتون همه چیز مثلا 8 دلار 15 دلار بود قیمتش تیشرت و بعد چند تو رابطه بودیم بهش گفتم که گفت میخوام بریم فلان جا لباس ندارم نه خب یه دقیقه برو توی مال از این اکس چون اکس لباساش خیلی غیر عادی بود ارزونیش نه غیر عادیش بود جا جالب بود گفتم خب برو خب از اکس تو دو دو چیز پیکاپ کن همین الان هم. در یه دقیقه پیکاپ کن وا من برم اکس خرید کنم بعد گفتم مادر من اکس رو خود تو بلدم یعنی دیگه به خودت دیگه نمیخواد چه بگی شخص باور کردی دیگه خامان دیگه من که تو کجا اومدی چه جوری تو اینجوری با خودت بیف خودت بعد میاد بعد این آدم مز... هفت سال تو زندگی من بود هفت سال هفت سال این بیورزگی من بود ولی در هر صورت از من بود اگه این آدم مثلا تصادف میکرد دنیا میرفت یا مثلا یه اتفاق میافتاد ما هم جدا می شدیم مثلا یهو موو می کردن فرانسه به خاطر اینکه مثلا دکتر شه حتی این چاغار اصلا هیچ کاری نمیکرد هیچ گویی نمیخواست لوزر لوزر ولی اگر هم یه چیزی بود از دیگه من میرفت <تصفح> من یه خیلی زندگی من تغییر می کرد این شاید سمترین و کسیفترین ارائه زندگی یعنی یعنی اگه مثلا من هر وقت هیستوری خودم نگاه میکنم یه کتاب هیستوری خوشگلی که بزرگ میشه همش تلاکاریه بعد یه و هفت سالش فقط سیاه رنگ ریخته بو هم میکنی بو گم میده اون هفت ساله با این دختر است اون از نظر عاطفی منه حالا عاطفی هم مثلا مهم نیست ولی از نظر اعتماد کردن به آدما انسان دوستی معرفت پول خرج کردن برای بقیه محبت کردن همه اینای منو کشت یعنی من یادم بودم که همه این چیزایی که گفتم بودم و همه رو پاک کردم گفتم من دیگه نمیخوام هیچ وقت از هیچکی اینجوری یاد بشم شده صد نفر دست بدم من دیگه هیچ وقت آخر زندگی به هیچ کم وقت کنم که حتی یه نفر بند خدا پراود نیستم و اتفاق من همه چی میگم زنگ زد از ایران به من که آقا من مادرم بیمارستانه یا پدرم بیمارستانه داره میمیره و انقدر پول لازم دارم گفتم امیدوارم بمیره شت. که دیگه نخواد انقدر زرج بکشی گفتم به من چه داره در که اگر آدم قبلی بودم سه برابرش رو صد بار میدادم اون رابطه اینه انقدر دیگه مغز تو که دیگه آره در... میگم مثلا من واقعا همون هواپیما هست که سوار میشی و من هواپیما رو شدم که سقوط کرد ام. یه سری چیزا مثلا مرد مثلا حاضر نیستم دست بزنم بعد مثلا میگم اگه مثلا یکی از من هزار دلار ببره تو مغزش میگه دو هزار دلار تو میلیونری دیوونه اصلا سر هزار دلار فکر میکنی هزار دلار برای من اندازه هفت میلیون دلار اذیت داره مثل ایناست که پی تی دارم دیگه در واقع میگه تو جنگ هستی سر تقمیت بالا میشه جیغ میزنه گوشیشو میگیره دست خودش نیست منم اینطوری ام یه هر هرکی که میاد یه اینجوری میکنه من تای تو یه دونه اجدها میبینم بعد میگم من نمیخوام ام. من نمیخوام بعد بعد تنش که من با اجدها رو فیت کنم میدونی من فید میکنم بعد اجرا میاد منو گاز میگیری آقا چه داستان تخمیه اجرا تو خیلی بغیره گاز میگیری چون ما رو گاز میگیری نه میفهمم برای منم یه قسمت دیگه توی این تصیمات موقعی که رفتیم نیویورک با گروه هم برای سری اول میدونی خیلی دوباره بعد از اینکه اون شکستای پولداری و فلان اینا همه خورده بودیم یه موقعیت بالاخره ارگانیکی پیش اومد که همه چیزش خیلی باحال میرفت جلو درون که یه قرون پول نداشت فقیر بودیم و اینا خیلی چیز خیلی احساس میگم توضیح داشت کارمون جای به جایی میرسی به عنوان هنرمند و اینا یعنی که لیبل ها ام تی وی اومده بود خیلی میخواستم با ما کار کنن و و گروه قبلیم هایپر نووا که به انگلیسی میخونیم خیلی قشنگ رو مرز این رفتیم که مثلا سوپر استار بشیم آه. ولی گه زدیم باز دیگه میدونی چی میگم به خاطر حالا ایگو تصمیمایی که من خودم بشم من همیشه میگم من تقصیر بقیه هیچ وقت مشکل زندگی نمیدونم 99 ما از 9 تا مشکل زندگی واقعا تقصیر خودمه یعنی یه سری چیزا هست تو زندگی اتفاق پیش میاد که خارج از دست تو کاملا به دو ربطی نداره مثلا یکی اونور دنیا میزنه یکی خونه که تو دوستش داری میزنه میکشه اون دیگه اصلا کاملا خارج دست تو ولی یه جاهایی که آدم که خودش تصمیم داره و میتونست و تصمیم بهتری بگیره من این 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 اوایل پادکست رو خوام آدمایی که میگن آقا من هیچ افسوسی ندارم زندگی هیچ ریگرتی ندارم چون باعث شد که با آدم امروز تبدیل شد نه من واقعا تو زندگی چندین مورد هستش که واقعا پشیمونم ازشون که اگه واقعا تصمیم های بهتری گرفته بودم آگاهانه تر این تصمیم نیویورک رو بگو میخوام آره نه تصمیم نیویورک خب در مورد گروه آره و این 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 قضیه که به یه جایی رسیده بودیم به خاطر سختی خود ببینید وقتی آدم تو فقره وقتی که تو فقیرترین و سخته جایی جای از مالی هستی تو خیلی تصمیم های بدی میگیری به خاطر از یه جای دسپریشن میاد از یه جای ترسی داره تو تصمیم می‌گیری از یه جای تصمیم با اعتماد به نفس نمی‌گیری که آقا من مثلا دارم رو که اضافه در دارم تو جو سرمایه حالا اگه دست رفتم خیلی مهم نیست تو داری با تمام جونت داری سرمایه گذاری میکنی و این اتفاق باعث که تو تصمیمایی که میگیری خیلی احمقانه تر باشه و یه تصمیم بعد پشت یه تصمیم بعد پشت تا جایی که دیگه کمرتو تو رو خورد میکنه و دیگه کاملا مایوس میشی و نامید میشی و توی اون دوره یهو من عاشق شدم و رفتم مثلا یه شهر دیگه از نیویورک رفتم آه. خب بعد اون عاشق شدنم باز از کم خودم بود چون احساس میکردم که من اینجا هر چیز زحمت کشم هر چیز هر چی رابطه داشتم هرچی دوست داشتم همه چیز رو از دست دادم شاید توی این عشق من اه... hey, back, شاید مثلا یه چیزی جدیدی پیدا کنم و خود اون رابطه ولی باعث کلی نعمت شد تو زندگی ولی دوره باعث کلی چیزای دیگه هم شد یعنی بدبختی دیگه شد یعنی برام همیشه این سوال بود که اگه من هیچ وقت اون رابطه نمیرفتم تو زندگی من چه اتفاق بود میموندم نیویورک کجا نمیرفتم به شهر دیگه شاید شاید خیلی بچه‌ها اون اتفاقی وحشتناک که براشون زنده میموندن نمیدونم این یعنی آدم همیشه یه, یه،, یه اگری فکر میکنه در مورد یه سری تصمیمات چون دیگه دوستان قبلی که فوت بشه میگم مثلا آخرین رابطه هم، آخرین مکالمه با هم یه حالت د... یعنی دقیقا قبلی که فوت بشه با هم دوباره آشتی کرده بودیم ولی قبلش با هم خیلی دعوای بد جور کرده بودیم و اینا و اون خیلی همیشه ناراحت هم کرده بود که هر چیز احمقانه آدم باید دوست سهمیش دعواش میشه و دیگه با هم ارتباط ندارین و مسیر رو کاملا عوض میشه و, و همیشه میگم مثلا این آهنگی دارم به اسم تیتراژ پایان یعنی دقیقا در مورد همین داستان مثلا داستان شعر اینه که من دقیقا داستان... توی رابطه بودم که برام اینقدر سخت بود دست دادن آدم توی تصورات آدم آخرین بارم که این آدم دیده بودم توی هاپی مود که از یه اسکله داره میره بالا و بعد سوار هاپی مود و تو زن خودم یه جوری تصویر درست کرده بودم که این هاپی مود اصلا سقوط میکنه و میمیره چون تنها جوری که میتونستم دیل کنم با نبودن این آدم اینی این که تو زن خودم یه تعریف کنم که مرده من آرزو میکردم که برم روز در خونهش بس یه در خونش مثلا یک سال آخر که تو رابطه بودیم آرزو میکردم که برم تو خونش درو باز کنم بعد به ما باش فوش خار مادر بدم میگم مثلا فلان ننت مادر فلان که اون یارو زنگ بزنه به دخترش میگه تو گوه میخوری با همچین کسافتی دیگه بری بیرون که اون منو بکشه بیرون ول کنه میفهمی چی میگم ولی آره دیگه بعد ما خب برای اینکه دیل کنیم با این سری موقعیت برای خودمون تو ذهنمون همه یه, یه،, میکنیم حالا منم میگم اونجا خیلی جوان تر بودم و اینا براتون خیلی دیدم باسر شد مثلا کلا به زندگی به رابطه به بیزنس و همه این داستانا ولی برام همیشه سوال دیگه اگه مثلا اون تاسیم یه جور دیگه میشد اصلا من الان تو نیویورک بودم و هیچ ایران نرفته بودم و اصلا کلان یه لایف ستایل دیگه داشتم کاملا آره دیگه راست ولی در آخرم میگن برای من مثلا خب داستان پدرم که تو ایران کشته شد تو اوینم هم. اونم هم یه آخرین چیزی که برام یعنی از جزء اتفاقایی تو مسیرهای زندگی اینه که این اصلا انقدر عجیب غریب یعنی پله هایی که و مسیرهایی که به هم خواب نمیدیدی این داستانی که میشه فلانی باباش مرد این خود یکی از اونها بشی آره و, واو. و مقدار مسیرهای مختلف که قرار گرفتن جلوت که بالاخره به این منجر بشه یعنی تو این از اونهای عجیب ترین زندگی واقعا مرگ پدرمه چون هر قسمت زندگی یعنی هزار تا مسیر بود هزار تا پله بود که میگفتیم بابا مثلا این ور سالن برو نمیدونم امروز سوار اون ماشو یعنی هر از این ممکن بود که امروز زنده می بود و اینش خیلی عجیب که نه باید همه هم... اینا باید قرار میگرفتن پشت سر هم دیگه و پرونده سازی بشه و کسافت جمهوری اسلامی بشه و توی جا توی موقعیتی باشی که اصلا تصورش هم نمی چه اتفاق بیفته و دقیقا اون روز اون اتفاق بیفته یعنی بعضی وقت آدم مغزش سود میکشه از, از مقدار و بعد دیل کردن برای همین مثلا آدما توی وقتی توی حالت سوگواری هستن و اینا تو گریف تو همش داری سعی میکنی حل کنی که چرا این اتفاق افتاد از دلایل کهکشانی و فضایی میاری تا زمینی و فلان و تای فقط میتونی باش کنار بیای دیگه میدونی مثل یه زخمی که رو پوستت با, با ترمیم بشه با خوب بشه. هست زخم و جاش هست هم میشه ولی چرا کاملا هم بین نمیره دیگه ولی اون جزی از زندگیت میشه دیگه و باید یاد میری باش کنار میای دیگه من حالا خوشبختانه و متاسفانه هنوز با این داستان که پدرم دستم دیل نکردم بعد چند خونش بودم گفت من فکر کنم دیگه دارم میرم احساس میکنم بدنم ضعیف شده دیگه دارم یواشاش یعنی میرم انقدر سخت بود فاج شد آره و این 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 دیالوگ من برای همین الان هر دفعه با مامانم بغل میکنم یا برادرم صحبت میکنم چون دیدی که مام باباها، برادر خواهر و خانواده بیشترین آدمایی که میتونن انگوش بزنن و چون تو رو پاره کنه آره. یعنی هیچ کسی نکنه نکنم تو کره تو رو نزدیک از اونایی که به نزدیک‌تره تو رو عصبی کنه یادم میاد غریبه بهت فوش بده اونا اصلا توخ خوندید بهت بدترین چیز هم بگن بچه ممکنه هرس در بازی سر سردرد باشه و فلان یادت میره هر چی به آدمی که بهت نزدیک دقیقا بلده که دست بزنه رو, رو کجای قلب تو که قشنگ پارش کنه آره با یه جمله مثلا من تو خونه رد بشم مثلا لیوان دستم میفته زنی. برای همین تو زندگی <laughs> بای کل زندگی میریم تا میره زیر سوال میدونی یعنی بود آره بود. دقیقا یه چه اتفاقی نیفتاد و آره ولی ولی میگم با اینکه یعنی برادرم و مامانم برای من مهم ترین چیزای زندگی من به همه همه مکاحت تو, تو اون لحظه که دارم میخوام داد بزنم سرشون دعوا کنم عصبیشم میگم نمیارزه واقعا یعنی انقدر دوستشون دارم این میخوام همیشه اون مکالمه اون آخرین رابطه‌ام باشه اون همیشه پر از عشق باشه که هیچ پشیمون نباشه که وقتی از این دنیا رفتیم هممون هم چون میریم دیگه هر لحظه میریم ممکنه بریم بدونم که تو قلبم همیشه تای تای فقط عشق بوده به سمتشون این برام خیلی مهمه یعنی خیلی به این موضوع آگاه هم دیگه واو چقدر واقعا زندگیمون الان اند... الان اند... چه اند... 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 ساعت می‌کنه 13 شروع کردم رسیدم به سی... فقط سه تا چهار تا پوینت بوده که پوم, پوم پوم این آره. پینگ پونگ که داره زندگی تو شکل میده بعد از اون چی بود دوست من بعد از اون نقطه‌ای که زندگی من عوض کرد الناس آره می‌خواستم این که آخرش اینم بگو بعد یه تمامش کنیم ببندیمش آره می‌خواستم بدونم که اصلا اگر امروز نبود تو زندگی چه فرقی میکرد اگه النا نبود تو اصلا کجا بودی خوشحال بودم <laughs> اگه یعنی فکر می‌کنی تنها زندگی می‌کردی با باز زندگی می‌کردی یعنی من اگه النا نبود و زندگی من مثلا من خیلی جالبش اینه که مثلا النا هم نمی‌خواستم باشه این وقتی ما از رابطه بعدی که اومدم بیرون گفتم آقا من دیگه نمی‌رم تو رابطه تموم شد من می‌خوام تنها زندگی کنم تنها زندگی کنم زر بخورد آره. شده دیگه گفتم من دیگه نمی‌خوام تو هیچی باشم بعد النا اومد جلو دیدم من ازش خوشم اومده گفت من شوهر دارم بچم دارم گفتم اوکی اگه, اگه نو بزنیم دیگه عمره این طرف ما نمیاد دیگه بعد نگو سیخ ما خیلی مثل اینکه خوبه این شوهر و همه چی رو کرد من خب می یعنی اینجوری تکنیک اینجوری گیر افتادم تو شما فکر می‌کنم بعد النا هی میگه بیا دوست چی می‌کنم نه من هی ناز من اصلا دلم ولش نه نمی‌خوام تو رابطه باشم ام واسه من شانسی شد من اصلا می‌خواستم نرم توی رابطه دیگه و تصمیم بود که شروع کنم فقط مسافرت کردن بشه دوستا میمونم برم و بعدشم هم که میان کانادا موو کنم خونه یعنی یه خونه با هم باشیم دیگه ما مامانم بابام زندگی کنم سنش میره بالا از اون نگهداری کنم اونا دنیا میرن تنها زندگی کنم خودم بمیرم پلان این بود بعد یو النا نو یه 180 کشید این این پس خیلی این واقعا که بزرگ تاینات همین بود خیلی آه. این طرف که پدردار شدی و میدونی بچه ها من توی زندگی تو خیلی این به نظرم خیلی. بزرگترین بوده که گفتی به نظر من چون این تاثیرش خیلی عمیق تر از بقیه داستان بوده پول و این چیزا که شعر با تای حالا پول دار میشه نمیشودی فلان ولی این خیلی میتونست زندگی رو به دو تا آدم کاملا متفاوت آره دیگه بچه نداشتی شروع هیجان اتفاقایی که میفته همش خوب همش خوب نیست ولی پادکست تو از اون پادکستایی میشد که مثلا همش دخترای لخت میارن و مثلا میگه بجره دوربین آره می فقط حال کنین دنیا دو روزه و بی تا الان هم تقریبا همونی الان داری حال میکنه دیگه یعنی انرژی باحال خیلی تو خانواده غیر عادی دارم میفهمم یعنی هر کی منو میبینه میگه میگه من همیشه بهت گفتم به نظرم که باحال ترین مامبا بابا ها این شما تو جوری که عشقی که و استمسوتی که بچه هاتون میکنید و جوری باشون رفتار میکنید من دیدم تو چشه بچه تو. من تو خونه خیلی از زندگی کردم و نمیگم کسی بچاش بده یا خوبه توی چش بچهای تو وقتی من از خدا وزی میکنم بغلت میکنم از ته وجودش با اون عشقی که میان تو رو بوس میکنن یعنی لمس میکنه آدم ایران یعنی معلومه که واقعا مامان و بابای خوبی هستین و این خیلی خیلی به نظر خفنی که تو زندگی تو واقعا دمت گرم دود دمت گرم که میگی من خیلی حال میکنم خدا باکید. یعنی الان الان فعلا اینه و آخرین اتفاقی که تو زندگی منو سرویس کرد بعد از این کرونا من سر کنا و ویدیو شخصی که توضیح نمیدم نزدیک دو میلیون دلار ضرر کردم و اون دو میلیون که الان اینجا نیست به خاطر کرونا و اون زندگی منو یهو سویچ کرد یعنی من یه جای دیگه بودم و یهو منبع درآمدم که بساز بفروش بود شد صفر و یه چیزی که واسه من میلیونی بعضی از سال پول در میورد یهو غیب شد و بعد بعد از اون گفتم که دیگه فقط ریلکس همینی که داریم دیگه دیگه تا همین شد اگه ده برابر این بود خونه الان ده برابر بود استخش میگیدش وسط تو پیانو میزد من خندشم میگه سوال از همینجا تکون نمیخوری این خونه رو فقط آپگرید میکنم مثل ترانسفورمر همه رو اینجا خودش واقعا میکنم؟ دیگه اتاقم بیرون نمیاد تا حالا تو سالن تلویزیون ندیدم این خیلی برام عجیب غریب بود و ولی ولی باحال از این طرف دیگه چون تو اون اساس مسئولیتی که میکنی که سرمایه گذاری در بازنشستگی و با برای خود یه تکلیفت خیلی روشن این به نظر من خیلی تو زندگی آدمو کمک میکنه من چیزی که بیشتر بهش نیاز دارم تو دقیقا پلنت میدونی که تا بچه بچا برن دانشگاه ما اینجا هستیم اینقدر پول سیو میکنیم و 65 بعد دیگه امامت میکنم اشغال میکنم لرد و کینگ و برای خودم سلطنت خودم میشم و هر کجا چقدر دارم کجای دنیا هستم دیگه نبت... من که آرهدی نه تلفن جواب میدم نه کاری میکنم ولی اون موقع دیگه اصلا میخوام تلفن اون نکنم میخوام نامه بفرستم بهم نامه کنم که <تصفيق> <تصفيق> او بعد به این شماره زنگ <applause> بزنه گرم سوی خیلی حال داد بود هر صدام خیلی دمع تشکر من... خوش من, من آره واقعا دلم برای تمیشو بود بیشتر هم دیگه بریم برمیگردم ونکوور مستی و نه مسجد و بچا دوست داشته باشید دمتون گرم چاکس